الله جل جلاله کامیابی نصیب ایشان کردن، الله جل جلاله نصرت ایشان کردن، همین نصرت الله بود، همین قوت ما نبود، همین نصرت الله بود. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله جل جلاله ایشان را قتل کردن، ما نه ما قتل نکردن، ما ناکام نکردن ایشان را، الله ناکام کرد، نصرت الهی آمد. همین الله که به ما نصرت دادن و همین الله بیوفایی نمی کنیم. وقتی که الله به وعده خود وفا کردم، ما را نصرت دادم، کامیابی دادم، باید ما به وعده خود وفا بکنیم که ما اسلام و شریعت را حکیم کنیم. مقصد و هدف جهاد همین بود، همین نظام اسلامی که در نتیجه جهاد مجاهدین آمده، هدف و مقصد ایشان حکمیت دین اسلام است، شریعت است، دیگه مقصد ندارد. الله جل جلاله رحم کرد، انتقام گیری شروع نشد. نظام که خراب میشه به دو چیز خراب میشه، یکی به انتقام ها، وقتی که یک حاکم بر قدرت بیاید از مخالفین خود انتقام میگیرد، در نتیجه انتقام گیری جنگ شروع میشه، اختلافات میآید، همین انتقام بند شد. ما از علماء استفتان کردیم در همان روزها که اگر ما عفو بکنیم با همین مخالفین ما که در صفی اشغالگرا بودن، ما بر سابقه ایشان حساب نمی کنیم، تسلیم شود، امن شود. علما به ما فتوا دادن که همی عفو در شریعت درست هستند، لیکن در حقوق العباد درست نیست. بس ما حقوق العباد استثناء کردم که ما در حقوق العباد عفو نمی کنیم و کاری ما نیست، از قدرت ما بیرون است، لیکن در مسائل سیاسی ما عفو کردیم. آل عفو هست و همی اقوان ها می گویم، پیغام می دیم، بیایید به وطن خود، در اینجا زندگی عزتی کنید. با کپار نروید، کپار عزتی تان نمی کند، اسلام عزتی تان می کند. شما زمین خاک هستی، از افغانستان هستی، نروید و شما هیچ کس آسیب نمی رساند، تکلیف نمی دهد به شما، نروید. زیر تبلیغات دشمن نیایید، دشمن نمیخواد که در افغانستان امن بیاید، صلح بیاید، او میخواد که همیشه افغانستان در جنگ و اختلاف باشد، زیر اثر ایشان باشد. شما افغانها یک متدین و شجاعتمند قوم هستید، بر زیر تاثیر اجنبی ها نیایید، متحد شوید، همین نظام را تقویه کنید. همین نظام امن و نظام صلح است، نظام شریعت است، همان نظام در همین زمین آمده است که 45 سال یا 40 سال در همین جنگ ها شعار ما بود، زن و مرد تمام میخواستند و صدا میکردند اسلام شریعت میخواهیم. همان شریعت در همین نظام آمد که ما و شما در منبر و محراب
چل سال تقریر برای من نظام میکنی ما همین تا و نظام میخوای نظام شریعت میخوای نظام اسلام میخوای همه نظام امروز آمد همه نظام آمد امتحان بر سر ما و شما آمد زمینه برای اسلام و شریعت مساعد شدن حالی بر علما امتحان است چطور؟ شما خود در محراب میگفتی که نظام و شریعت دین خداست همین دین باید در زمین خدا حاکم شود حالا خو زمینه برای همین دین مساعد شده است شما چی کردن میتونی که همین نظام قیم کنی؟ وظیفه علما است و مجاهدین وظیفه خود را ادا کردن قربانی دادن پدایی کردن استخشادی کردن همین طور قربانی ها دادن که در از خیر القرون پس از خیر القرون مثال نداره همین طور قربانی حفظان قرآن طلبای علوم علمای کرام در زندان ها داخته شد خون مقدس ایشان ریخته شدن قربانی دادن حالا وقتی تحکیم شریعت و عمل شریعت آمده است طالبان خونه میتونه طالبان مجاهدین بعضم آماده است تا 20 سال نه بلکه تا 100 سال بعض از اسلام دفاع بکنند به خود خود مجاهدین برای این آماده است بعض آماده است که همین نظام را عملی کنند لیکن طریقه عملی کردن نظام او تحکیم شریعت خونه نمیفهمم او خو کار علما است باید علما کار بکنند برای علما لازم هستند در همین 20 سال کی کدام بد اخلاقی در اینجا ترویج پیدا کردن یا همین تبلیغات سو که در مقابل نظام اسلامی می شدن باید او دفاع بکنند و به مجاهدین شریعت بیاموزد همین حکم شریعت است همراه مجاهدین یک جا عدالت و شریعت حاکم کنند مجاهدین نمیتونه که عدالت بکنه یا شریعت بیاورد مجاهدین خو قوی اجرایی است حکم علما هدایت علما اجرا میکنه عملی میکنه او خو کار علما شد او کار بزرگان شد همه بزرگای مردم باید همراه مجاهدین یکجا شود مجاهدین اجرا میکنه علما حکم میکنه همه حاکمان که در رأس ادارات هستند او باید شریعت حاکم کنه او در رأس است الناس و علی دین ملوکهم که او دینداری در خود بیاورد اول شریعت در خود عملی کند باز در دیگران اول باید به شریعت عمل او بکند همو حاکم عمل به شریعت بکند باز به دیگران امر بکند امی طور نشود که نام نظام اسلامی بر زبان میاریم نظام شریعت است و نظام اسلامی است خو برای کی نظام اسلامی است شریعت است برای دیگران یا برای تو هم خو باید اولا در تو عدالت بیایا در اندیوالای تو در خانه تو در نفس تو یک دفعه شریعت بیایا خاص بر دیگران حکم کنید اگر شما شریعت را بر نفس خود حاکم نمی کنی به دیگران امر می کنی یا او جبرن و قهرن به شریعت تابع می کنی پیدا نمی کنن خمو نظام شرعی نیست الله جل جلاله بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ثم جعلناك على شریعت من الامر فتبعها اولا اتباع شریعت شما بکنید باز بر دیگران حاکم کنید